با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، افتخار دارم که جلسه سوم آموزش‌های عمومی مربوط به مغناطیس انسانی و انسان مغناطیسی رو به عرض شما برسونم. پیش از ورود در مطلب یادآوری میکنم که آنچه به عرض شما رسیده میشه در امتداد مأموریت الهی عرض کردن عرفان واقعی به جهان و تربیت طالبان مشتاق و مستعد. در راستای این مأموریت الهی به عنوان وظیفه مستقل که در سال 1377 توسط حضرت آقای مجذوب علی شاه به بنده واگذار شد و در فرامین متعدده و جداگانه که در سال 1381، 84 و 1397 توسط ایشون صادر شد، بنده با دلگرمی بسیار این مأموریت الهی و این وظیفه مستقل و این مسئولیت خطیر واگذار شده رو ادامه میدم. و پیش از اینی که به آغاز جلسه سوم درس بپردازم، مجدداً یادآوری میکنم که مطالبی که اینجا به عرض شما عزیزان میرسه هیچ گونه ربطی به هیچ یک از رشته ها و شعبه ها و فرقه های درویشی و تصوف یا منتهل به تصوف و درویشی در ایران و در خارج از ایران نداره. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا لهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آیه شریفه قرآن راجع به آسمان و زمین و انسان. انسان موجود زنده‌ایه که محل استقرارش بین زمین و آسمانه. یک درخت رو در نظر بگیرید دوستان عزیزم، این درخت از زمین و از آسمان تغذیه میشه. برگهای یک درخت رو نگاه بکنید، به واسطه ترکیب شیمیایی کلروفیل مانند باتری های خورشیدی عمل میکنه. یعنی نور خورشید رو که از کیهان میاد، که از فضا میاد، که از سماع میاد، که از آسمون میاد، اخذ میکنه و وارد چرخه حیاتی در بدن درخت میکنه، در بدن نبات میکنه، در بدن گیاه میکنه و از آن سو از زمین انرژی های دیگری در درونه موی ریشه ها و ریشه ها و سپس ساقه و تنه درخت قرار میگیره تا به شاخه هاش برسه. یک چرخه حیاتی کامل رو ما در وجود یک درخت میتونیم مشاهده کنیم. کوانته ها، بسته های انرژی که از خورشید سوا میشه و به صورت فوتون های لومیر حرکت میکنه و میاد به سمت زمین توسط کلروفیل سطح برگ گیاه اخذ میشه و وارد چرخه حیاتی درخت میشه. پس در این تردیدی نیست که درخت انرژی از کیهان میگیره و در این حال ریشه های درخت در زمینه و از زمین نیز یک انرژی هایی متساطع میشه که در این چرخه حیاتی به گردش درمیاد. پس وقتی شما آناتومی انرژتیک یک درخت رو ترسیم میکنید
تجسم میکنید در ذهنتون، میبینید که دو کوران انرژی در درخت جریان داره. یک کورانی که از زمین میاد و وارد درخت میشه و یک کورانی که از فضا میاد و وارد درخت میشه و این دو کوران در همدیگه میتنند، یعنی تار و پود یک پیکر انرژتیک رو درست میکنند که بررسی اون پیکره انرژتیک ما رو با آناتومی انرژتیک درخت آشنا میکنه. در دهه 50 میلادی یکی از محققان و پژوهشگران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق یک دستگاهی درست کرد که این میتونست از حاله تشعشعی اطراف موجود زنده عکس برداری بکنه. اسم این آقا پروفسور کرلیان بود و دستگاهش هم به نام دستگاه کرلیان معروف شده. ایشون یه دونه برگ از درخت جدا کرد، گذاشت زیر دستگاه، ملاحظه کرد این یه حاله تشعشعی در اطرافش وجود داره که اون دیگه ربطی به ترکیبات عنصری که جسم این درخت رو تشکیل میده نداره، ارتباط داره با میدانهای انرژی که در درون این درخت جریان داره. بعد یه قدم دیگه برداشت و اون این بود که یه قسمتی از این برگ رو برید، دوباره گذاشت زیر دستگاه، اما با کمال تعجب مشاهده کرد که اون حاله تشعشعی که قبلا اطراف برگ وجود داشت وقتی که ناقص نشده بود، بعد از این که ناقص شده و یه قسمتش بریده شده، باز به همون صورت کامل وجود داره. یعنی اون حاله تشعشعی اون از یه ویژگی ها و مختصات خاص خودش برخورداره. این یه کشف بزرگ بود که توسط کرلیان صورت گرفت و بعداً موفق شد که از بدن موجودات زنده هم عکس برداری کنه. دید بدن موجودات زنده همین خصوصیت رو داره، این دارای یه حاله تشعشعی در اطرافشه و میشه از این حاله تشعشعی عکس برداری کرد. بعد چند نفر از راهبان بودایی از چین و چند نفر از استادان یوگا رو از هند دعوت کرد به روسیه در آزمایشگاه خودش، در لابراتوار خودش، و روی اینا شروع کرد تحقیق کردن و عکس برداری کردن و بعد متوجه شد که اینها به همون میزان که ارتباطشون با درون خودشون بیشتره، این حاله تشعشعیشون اتساع بیشتری داره در اطرافشون، بسیار گسترده تر، فضای بیشتری رو در بر میگیره. بعد متوجه شد که اشخاصی که بر روی مراقبه و تمرکز قوای درونی خودشون کار میکنن، این حاله تشعشعیشون رنگش عوض میشه و به جای اینکه چسبیده باشه به بدن گسترده میشه. اینها کشف بزرگی بود که کرلیان کرد و به جهان ارائه داد. از اون زمان تا الان لایه‌های بسیار عمیق‌تری در مورد بدن انرژتیک موجودات زنده کشف شده. اصلا مقوله بیو انرژی یکی از مقولاتی که در ذیل دروس بیولوژیک در دانشگاه ها تدریس میشه. علا ایوحال، چنان که عرض کردم خدمتتون، بدن هر فرد آدمیزادی مثل هر موجود زنده دیگهی به طور مداوم یک کوران الکتریکی درش جریان داره، اما علاوه بر اون یک جریان انرژی هم در روی مدارها و نصف نهارهای ویژه‌ای در بدن هر انسانی و هر جانور دیگه‌ای جریان داره. یعنی مشخصه که هر آدمی بدنش از لایه‌های متعدد ساخته شده. یعنی همون جوری که ما یه بدن عصبی داریم، یه بدن عضلانی داریم، یه بدن استخوانی داریم و بدن ما از قسمت‌های مختلف ساخته شده، کانال‌ها
مدارها و نصف النهارهایی هم در بدن وجود داره که در اونها هم یک جریان انرژی به طور مداوم برقراره و این جریان انرژی مانند همون بافت قالی که تار و پود داره از دو منبع تغذیه میکنه، انرژی که از آسمان وارد بدن میشه و انرژی که از زمین وارد بدن میشه. این انرژی آسمانی و زمینی که در بدن حرکت میکنه، اینها مقولاتیه که به آناتومی بدن انرژتیک انسان و لایه‌های مختلف اون و بدن مغناطیسی انسان و لایه‌های مختلف اون و بدن تشعشعی انسان و لایه‌های مختلف اون به بحث انسان مغناطیسی مربوط میشه و خطاب به آدمیزاد، به هر آدمی. تو یک تن نیستی، یعنی تو یه دونه بدن نداری، یه دونه تن نداری، چندین هزاری بدنهای متعدد داری ولی خب از خودت خبر نداری. در نتیجه این گنج بی پایان رو بلا استفاده رها کردی. چشم طلب جانب خود واکنی، در تو بود هرچه تمنا کنی. عاقبت از غیر نصیب تو نیست، غیر تو ای خسته طبیب تو نیست. نهایت پیام به خود آست. از ره قفلت به گدائی رسی، گر به خود آیی به خدایی رسی. به خود آ، چون آیه قرآن می‌فرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، یعنی چشمه‌های انرژی در زمین و در آسمان وجود داره که ما بازش میکنیم، که لهو مقالید و سماوات و الارض، که کلیدهای عالم غیب در اختیار خداونده. این چشمه ها مثل آب فشانهایی در آسمان و در زمین که بسته است و اون کسی که کلید داره عالم غیبه، یعنی خداوند، وقتی شرایط مناسب باشه، یعنی یک نفر به اون درجه از پرورش قوای درون خودش رسیده باشه و این گنج بیپایان رو آغاز به استخراج کرده باشه، حوزچه های رو باز میکنه در درون خودش که مهیاست که این انرژی ها رو در درون خودش ذخیره کنه. یه مخزنهایی در بدن وجود داره که وقتی فعال بشه این انرژی ها رو میتونه اخذ بکنه، انرژی هایی که از زمین میاد، انرژی هایی که از آسمان میاد، حوضچه هایی که بعدن تبدیل به استخر میشه، بعدن تبدیل به دریاچه میشه، بعد تبدیل به دریا میشه، بعد اقیانوس. و این شخص که برکات آسمانی و زمینی رو در وجود اون به سریان و جریان در میارند، در حقیقت کسیه که یک رشته‌ای، یه حبلی در دستشه که اون رو از خود به خدا، از فیزیک به متافیزیک، از طبیعت به ماوراء طبیعت متصل که یکی از خواص وجودیش شفا بخشیه، شفا میده، بدون استفاده از دوا مداوا میکنه. اما خیلی کارهای دیگه میتونه بکنه. اون کسانی که به صورت مثبت در تاریخ نشانی ازشون وجود داره، کسانی هن که این دریچه ها رو باز کردن و به اون سرچشمه ها متصل شدند. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز رو خدای بزرگ می‌سپارم.